امروز 2/8/1390. کجا هستیم؟ دانشگاه تهران. دانشگاه هنرهای زیبا. دانشگاه هنرهای زیبا. ببینین این اینجایی که الان هستیم دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهرانه که از زمان تأسیس به نظر من، یعنی حکم میکنم که مدرنیته و تجدد ایران از این دانشکده رشد پیدا میکنه و شروع هر چی که توی مملکت از نظر تصویر و صوت و هنر هست همه زاییده این دانشکده است. این دانشکده ایه که در زمان ساخت اول این آتلیه بوده، آتلیه معماری و نقاشی، و بعد به همت آقای گودار، پروفسور گودار که موزه ایران باستان ساخت، و پروفسور فروغی و بعد سیهون میفندرسکی این ساختمان ساخته شده و دانشکده معماری این چارتاست و دانشکده مجسمه‌سازی، نقاشی، موسیقی، تئاتر و بعداً چیز سایر دانشگاه‌ها اینجا درسه و بزرگان این مملکت از نظر هنری همه از اینجا بیرون اومدن. من حالا برای شما توضیح میدم که من در سال 1345 که وارد این دانشگاه شدم، استاد ما استاد سیهون، یعنی رئیس دانشگاه استاد سیهون بود، بسیار آدم منضبط و کسی که فرهنگ دیدار ایران رو از نظر باستانشناسی و معماری اون آموخت به همه. دانشکده هنرهای زیباست که گفتم و معمولاً وقتای نهار یا بعد از ظهر بچه‌ها اینجا جمع می‌شدن، ولی در زمانی که می‌بایست بچه ها تو آتلیه باشن هیچ کس بیرون نبود و همه بچه های هنری می‌بایست روپوش داشتن. اگر روپوش نداشتن مهندس سیهون جریمه می‌کرد و جریمه که یک سال یا دو سال بچه ها رو از سیستم تحصیل عقب می‌انداخت. من سال اول که اومدم اینجا به اندازه دو سال مهندس سیهون به من جریمه داد که این جریمه ها رو در تابستان سال 45 7-8 نفر برای اولین بار در تاریخ ما رو فرستاد رفتیم برای کلیسای ماخور و کلیسای جورپا که 10 فرسخ فاصله داشت با شهر جورپا. این 10 فرسخ ما پیاده روی کردیم و اونجا رو نقشه برداریم. البته در چند سال که ترانه‌ای برنامه بین‌المللی داشتن و تازه مثلا 2 سال باشد و از اونی که مهندس سیهون خودش با زحمت ارمنی‌ها اومد در محل و بازدید کرد. در اون 3 روز که در طریق کلیسا بود ارامنه برنامه جشن، ازدواج، مراسم مذهبی داشتن و یادم که فیلم آقای عالی آرامیسیان هم نشون میده که دارن برای کلیسا نقشه برداری. در ضمن ما اینجا میزدیم این یه آتلیه یکی از ساختمان‌ها، این یه آتلیه که قدیمی ترین آتلیه است، آتلیه آفتاندونیانس و آندرف. آفتاندونیانس اون کسی است که تالار رودکی رو ساخته و موسیو آندرف هم که خانمش ایرانی بود و خودش فرانسوی و تحصیلات گذار فرانسه نداشت اومد. کل ساختمون با یه راهرو این آتلیه ها به هم وصل میشه که اگر ما بگیم این هست اتاق ریاست و مدیریت، بالا چند کلاسه، این بر اداریه. عموم ساختمان هم با یه پاسیویی که به فضای باز هوا میده باز میشه و ساختمان اون بر ساختمانی که ساختمان جوجمان بود. جوجمان یعنی پروژه هایی که بچه ها همه داشتن در بعد از ظهری که تموم میشد همه میمردن تو سالون میذاشتن و تو اون سالون اساتید میمدن، قضاوت میکردن و پیش از جوجمان هم که بود همه اون سالون جمع بودیم و منتظر بودیم که واحدامون رو به اون بدن ببینن چه نامه بودیم. در ضمن دانشکده ما خیلی بین دانشکده های دیگه، مخصوصا اونایی که میخواستن ازدواج کنن و شوهر خوب داشته باشن و اینا، اینجا خیلی سوکسه داشت و از تمام دانشکده ها میمدن زورا رستوران غذا بخورن و خیلی ازدواج هم تو همین ارتباط صورت گرفت. حالا ببینیم من از اینجا داریم همینطوری که میریم آره.
اینجا ورودی آتولیه آفتاندولیانس و موسیو آندرفه که در دو طبقه است. آتولیه یک فضای بزرگ آتولیه داشت، یک اتاق دمدر داشت که اون اتاق دمدر بیشتر کتابخونه یا یک جایی بود که استاد می‌نشست، و در آخر بعضی آتولیه ها یه فضای بسته داشت برای افرادی که می‌خواستن دیپلم یا چیزشون رو کار کنن، اونجا می‌رفتن و کارشون رو انجام می‌دادن. مجسمه است که بعد از انقلاب اونجا مجسمه استاد صدیقی هست. استاد صدیقی یکی از اولین و بهترین مجسمه سازای مملکت بود که در بعد تأسیس دانشکده هنرهای زیبا، آقای مرعات که وزیر فرهنگ بودن بر اساس یک قانون وزارت معارف یا هنر میان دانشکده هنرهای زیبا رو تأسیس میکنن و یه مدتی ایشون رئیس اونجا بوده. ایشون کسیه که میدون فردوسی، مجسمه فردوسی، مجسمه نادر آثار ایشونه و یک اثری هم به نظرم مال فردوسی در پارک بزرگ روم اثر استاد صدیقیه و خودش شاگرد کمال‌الملک یا همکار کمال‌الملک بوده در این مدت. این دانشکده یه طوری بود که همه توش هنرمند بار می‌اومدن. یکی از اعجابای این دانشکده اینه که یک مستخدم دانشکده مجسم سازی داشت به نام مشتسمان. این همیشه کمک بچه ها بود و خودش با اینکه سواد اصلا نداشت و یکی از بزرگترین مجسم سازای تاریخ ایران و بلکه جهانه که یکی از آثارش این مجسمه بوزه. اینقدر این قدرت کاری داشت که خودش تعریف میکرد یه روز هندونه ای اونها و آنی مجسمش من درست کردم و آثار این در موزه های ایران و سایر کلکسیون ها و جز بهترین آثار هست و کسی که توی کارش امضا داره، امضا نمی کنه ولی مشخص کار مشتسمانه. ما الان وارد آتولیه مجسمه سازی میشیم. ما اینجا آتولیه مجسمه سازی زمان هستیم. اینجا آتولیه مجسمه سازیه که بعد از اون که دانشکده معماری درست میشه آتولیه مجسمه سازی میشه و اساتید بزرگی هم که جا کار کردن، یکیش آقای تناولی که زمانی آقای تناولی آوردن به همت یک خانم امریکایی، این پشت به نظرم یک کوره سرامیک و اینا درست کردن و توی اون کوره کارهای سرامیک انجام میدادن. بازار فرانسه است و بازار فرانسه اساتیدش اینجا کلی اومدن و کار کردن و استاد بودن، مثلا دوکول، دونار، سیرو، این جز اساتید بزرگ بودن که ساختمان بزرگ دانشگاه تهران، موزه ایران باستان اونها ساختن و تمام فکر و برنامه‌ای که در بازار پاریس بود اونها رو در این آدم پیدا کردن. من جمله مجسمه‌هایی که تحلیل داریم شده در سو مجسمه‌هایی که مال کلاسیک یونان یادران بود مدولاش گرفتن و آوردن که شما این در و دیوار تمام این مجسمه که می‌بینید همه مربوط به روم قدیمه و این یکی رو که نگاه بکنین این مجسمه بردست کار استاد بزرگ تاریخ میکلانژ که همون پیش اینن شده و اینجا رو باید خواهد بود. عکسی که میبینیم استاد بحرانی یکی از بهترین مجسمه سازی فارغ التحصیل اینجا بود، رفت فرانسه، خیلی دلش میخواست به ایران برگرده ولی مشکلات داشت، نمیتونست. در فراغ ایران و توی موزه لور کار میکرد و یک اختراعاتی کرد و موزه لور اختراعات اینو به نام خودش میخواستن ثبت کنن. این تمام سرمایه‌اش اینا رو داد که بتونه تو دادگاه به نام خودش ثبت شد.
همیشه در ثابت فرهنگ هنر فرانسه خود شدف از بالای پیزه بزرگ کرد خانون با داد و فریاد باشه به خودش و اتفاقی که برش گذشته صحبت کرد و خودش از بالا پرت کرد و دوستان من بود و بیشتر مجسمه جاده تناولی در سطح شهر ریالی ساخته با کمک این آقای بهرامی ها. اینجا جایی که دانشجوها میشینن و کاراشون انجام میدن. این دارم بسته است که من نشون میدم. حالا بریم من با استاد شونم سلام کنم. خیلی خوشحال بخشید آز میخوام. بریم. دکتر میفنرسکی اعتصام گلستان گلستان اینجا باز کتابخونه دانشگاه است که بعدا درست شد و رشته موسیقی هم اینجا اومد. اینجا ما آتلیه که من بودم و شهید آبینی و اینا که حالا بعدا حوزه علمیه قم کارت یا پیش از انقلاب و یک ماکت از سنگ مرمر بزرگ درست کرده بود اینجا متاسفانه نفهمیدم چی کارش کردن آقای آشتیانی، مهندس آشتیانی. باستانی صحبت میشه که معلوم نیست درست یا غلط، مسئله مترو رد شدن از زیر سیسه پله که هیچ کس اطلاعات درست و دقیقی به حضورت نداره. سنتی ایران هستن الان خوشبختانه ریاست دانشگاه موسیقی مدیر گروه هستن و شنیدم که خیلی هم فعالن و ایشون کنسرت های بزرگی در ایران خارج مثلا در فرانسه دادن. الان اگر بودم من میتونستم باشون صحبت کنم. من با اجازهتون برم این کلاس ها رو میسرم چون یه فیلم راجع به دانشگاه هست. آها بیا ایما سلام داری کم چی میزنی؟ بشیم ما یه فیلم راجع به بچه بشیم بشیم بزن چی میزنی؟ الان چی میزنی؟ بزن ببینم بزن لوری میزنی؟ لوری داری میزنی؟
دل فامیلی؟ نه نه خب. سال چندی؟ من ترم دو هستم. ترم دو خیلی خوشحال شدم. شکر. اون برای که؟ خدا بچه کلاسیکم. اینا کلاسیکم؟ بله. شما بیلو میزنی؟ بله. مثل کی میزنی؟ جان. مثل چی میزنی؟ جان. بیلو ایرونی یا فرنگی؟ بیلو کلاسیک. آه. شما دانشوی کلاسیکم؟ میشه یه ذره بزنیم برو دانشتری بکنیم چی پشت سر بزنم مهم بزنیم من اونجا میگه نهید من آغاز میکنم آقا شما هم کوک کنیم جان نورش کوه کوک کنم اینجا بزنیم خوده ببین توی دانشکده موسیقی موسیقی ایرانی ولی اصل دانشکده ما رو موسیقی فرنگی چیز شد و بعداً موسیقی ایرانی شد که یه اساتیدی اومدن و بیشتر اساتیدی که از خارج اومدن روی کلاسیک کار می‌کنن و خوشبختانه هم دخترها هم پسرها کلاسیک میزنی دیگه یه تیکه برای ما بزن
نره که دیگه که بار دیگه. خب بریم بالا رشته تار. یک فرمه بدن فرم داشته باشه باشه؟ نه همینجا باست میتونی حرف نزن. برو پایین تر، برو پایین تر، برو پایین تر از دیر پایین میگی. ببین اینجا چهار رو بریم اونجا بیا ببینم رسیه چیه؟ یه شعر رو من اینجا بخون چیزی دارم از حافظ بخون از حافظ بخون نه بخون دیگه نه از سهراب از سهراب من بخون از شام از شام رو من دوست ندارم دوست ندارم ببین یه بازیگر باید اطمینان داشته باشه نمیتونه تماشاچی ها رو معطل کنه بگی چی بخونه شما سال چندی؟ دو دو در صورت من از شما متشکرم اسمتون رو بگیم خوش بگم خانم آزاده آبادکور خب آبادکور آبادکور خیلی ممنون خب بریم کارگاه یک برید اشکال داره؟ بره کارگاه یک هم مشکل نیست ولی اگه پر رو باشه چیه؟ رفتیم ببینیم؟ الان نه آقای بله بله آقای عشقان اجازه بده بخونیم خب برو 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 خدا هم سن و من اجازه می کرد که می گفت شما با تا ساعت 8 پاتولیه باشید الان کورکسیون و بچه ها روی میزا و همون میزای قدیم کار میکردن اون سیم که اونجا بزرگتر بود که رنگو رو و بعد از اونها که استاد میمند تقریبا یک همچین فرم استاد میشست و بقیه دانشجوها کارا رو میوردن جلوی استاد کورکسیون معمولاً دانشگاه هنرپارتیزی باید طوری بود که بچه‌ها با هم همکاری می‌کردن و بیشتر دانشجوها کار از دانشجوهای بالا یاد می‌گرفتن و خیلی هم مسئله سال بالای پایینی مثل دانشگاه افسری بود و هنوز که هنوز ممکنه یه نفر 90 سالش هم باشه به 91 سالگی اونی که بالاتر بوده احترام بده چون کار می‌کردن و من یادم میاد خوشم میاد البته ببین این فکرها غیر از اون صحبتایی رو که راجع به کتابا و اینا شد در اون زمان یک فیلم سینمایی بود به نام اودیسه فضایی اودیسه فضایی مال استانلی کوبریک بود که داستان انسان رو نشون میداد که داره میره به فضا و خلاصه فضا تاریخ و زمان رو گم میکرد خیلی تخیلی بود بسیار فیلم جالبی بود و اینم خیلی تأثیر روی فکر و اندیشه بچه های این دانشکده گذاشته بود اصولا بچه های این دانشکده خیلی فکرها و تخیلات پیشرفته و فانتزی رو داشتن که هیچ کدوم با واقعیت زمان جور نبود ولی به مرور زمان میدیدی اون فکرها الان یه جورایی در تاریخ به اصطلاح علم و نجوم امروزی ما یک نشانه هایی داره که میتونیم بگیم مثلا همون راجع به مغز مصنوعی که خب مغز مصنوعی الان مغز مصنوعی توی روش کار میکنن تمام این قبوها و آدم مصنوعی ها و کامپیوتر و برنامه‌ریزی که راجع به حرکات و فکر رو اینا میکنن میشه از همون مغز مصنوعی در صورت اینجایی بود که بعد از اونی که پروژه فوق لیسانس میکشیدن اینجا میومدن میکشیدن بعدش هم تمام اون مسابقاتی که دوستان برنده میشن خیلی با عکس کارهای منم توی زمینه من کارهای خیلی
زیاده کردانه. در صورت این آتولیه بود که من و مخالفت با جنگ ویتنام اینا بود که حالا بعدا توضیح میدم. دوست عزیزم آقای دکتر گلابیان رو موقع دانشجو بود، خیلی مخالف جنگ ویتنام بود و اینجا یه سری نقاشی ها رو دیوار کرده بود و رو همه شون هم به انگلیسی نمشته بود US Go Home. بچه های دانشکده ما کمتر سیاسی بودن، خیلی کم اتفاق می افتاد سیاسی، ولی اونایی که سیاسی بودن دیگه حسابی سیاسی بودن یا مثلا حسابی مذهبی بود. و حتی توی میراث فرهنگی و آثار باستانی بزرگانی مثل مرحوم آیت الله زاده شیرازی، نوه مرحوم میرزای شیرازی بزرگ داریم که کل بناهای باستانی اصفهان همه از همت و خدمت این مرد بزرگ بود که رو اومد. و حتی یادمه که در یک ما با ایشون با بچه های دانشکده یک سفر به کربلا و نجف رفتیم و ایشون همراه ما بود و من عکسای هوایی زیادی از اصفهان گرفته بودم. از روی یک عکس هوایی من ایشون پیدا کرد که میدون شاه اصفهان یا میدون امام چجوری بوده و باسازی اونو بر روی اون عکس انجام داد. و دیگری هم این که یک دونه عکس باز هوایی از اصفهان بود که من یک فرضیه داده بودم که مسیر زاینده رود جای دیگه بوده، میان پل میزنن مسیر رودخونه رو برمیگردونن. اینو با آقای دکتر شیرازی صحبت کردم، ایشون هم گفت بله ما در اونجایی که شما میگین کندوباوی کردیم آثار رودخونه رو دیدیم. و تا یک روز پیش از فوتش من در خدمتش بودم و خیلی دوست داشت که کارهای منو ببینه. و ایشون در یک زمانی که یک بزرگداشتی راجبش بود داشته سخنرانی میکرد و تو سخنرانیش میگه مرحوم پدر من دو تا نصیحت به من کرد، یکی کاری بکنم که عام المنفعه باشه و من یکم برای خدا باشه، من تعمیرات مسجد رو از اون قبول کردم. به معنی که میگه در جا سکته میکنه فوت میکنه که واقعا یکی از بزرگان این تاریخ هنری